لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تقبل الله. صدق الله العلي العظيم. الله از مواردی که به صراحت خداوند منت گذاشته همینه. لقد من الله عن المؤمنین از بعث فیهم رسولا من انفسهم، که رسول اکرم انسان و خودمون بود، حالا خداوند اینو بعث در بین اون ما تعالیم آمده دیگه، اینا تعالیم رسول منت خداست. یتلو علیهم آیاته، آیات رو بر اینها میخونه، چه خود خوندن قرآن چه خونده بشه انسان گوش بکنه، این در سلامت و درست شدن انسان مؤثره. چون یتلو علیهم آیات، این کلمات باید شنیده بشه، خونده بشه، بعد در هدایت اثر میشه. توی این سوره انفال به صراحت قرآن میفرماد که وقتی قرآن در خونده میشه کسی گوش کنه ایمانش زیاد میشه. صفحه 177 خط پنجم میشه، و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. مؤمنون اینگونه هم که وقتی آیات خونده میشه برشون، حالا هر کی بخونه، رادیو بخونه، نوار بخونه، کسی بخونه، دارن گوش میکنن، ایمانشون اضافه میشه، زادتون ایمان محسره هایی کن. این یه مطلب که اینو داشته باشیم. بله، پیغمبرم این کارو میکرد، یتلو علیهم آیاته و یزکیهم. گرفتاری های همه ما انسان ها همون تزکیه شدنه که باید از صفات منفی خالی بشیم و دست برداریم و به سمت سلامت بریم. انواع صفت ها بشده دیگه، حسادت، تکبر، بخل. امام باقر فرمودن تنبلی خلق عظیمی رو در خودش نابود کرده، بین برده. تنبلی هم خیلی چیز بدیه، اینه نخیلی نخیلی باشیم دیگه، تنبلی هم. این صفت هایی رو که خودش داره ضرر میزنه به همون، تو زکی هم تزکیه بشیم ازشون، من دروغ نگویم مثلا، چه نگویم. تعلیم میده اینها رو، کتاب رو تعلیمشون میده. معلومه مطالب قرآن رو فرا گرفتن، تعلیم این در رشد انسان جلو رفتن انسان مؤثره. حکمت سوال کردن از امام شیشم چیه، فرمود فقه. هم رساله ها میگن حکمت، اینا رو خداوند یعلمهم. و این کانو من قبل لفی ضلال مبین، که اونجا دیگه بیر درواسی قبل از این تعلیمات زلال مبین هستیم، خیال نکنیم خبری، باید درست بکنیم، باید اینا رو بگیریم، اون یاد بگیریم، تعلیمات رو بکنیم، باید قبلش خونه نداشتیم در زلال مبین. اینه یه مسائلی که خب خیلی قسمت هست. چقدر از رسول خدا بهره برده شد؟ خب ببینید چهار برد این همه اطرافش بودن، تا هم متفاوت بودن دیگه، یکیش علی هست، یکیش کیه، یکیش کی. الان در شرایط ما قرآن کریم هست، چقدر بهره میبریم؟ این کتاب های فقهی هست، چقدر بهره میبریم؟ علما هستن، دانشمندان، چقدر بهره میبریم؟ اینا دیگه خودمون بالاخره بهرمون رو ببریم، چون با همینا باید رشد بکنیم، جلو بریم و و و و اینا مسائل. این سوره مبارکه اون هفته عرض کردم براتون، داره مسائل جنگ احد رو تجزیه تحلیل میکنه. دو مرتبه رفت سراغ آیه بعدی، سراغ مسئله احد. اولا ما اصابت کن مصیبت قد اصبتم مثلیها،
آیا هنگامی که به شما مصیبتی رسید که قطعا دو چندانش را به دشمن وارث ساخته بودید، آخه تو جنگ بدر کشتن، این جنگ احد اینجوری شده، قلتم انا هازا، ما هم میگفتید چرا مثلا مصیبت به ما وارد شد؟ قل هو من عند انفسکم ان الله علی کل شیء قدیر. خب حالا یه مطالبی داره وارد میشه این مطلب خودش. بله خودشون باعث مصیبت ها تو جنگ احد شدن، گوش به حرف نکردن، این گردنه چی و بعد این پیش آمده شده شد. میگه اگر مطرح شد که چرا مثلا گرفتار شدیم، بگو من عند انفسکم، خب خودتون کردید دیگه، گرفتار شدید اینجوری. باز من آیه بعد، و ما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن الله. بله وقتی طرف ابو سفیان آمد، اون طرف و این هم آمدن، این طرف و بالاخره به هم درگیر شدن، هرچی که به این طرف این رسید همه فرمان خدا صادر شده. ولی یعلم المؤمنون، تا مؤمن جا خودشو نشون بده که ایمان داره، که قبول داره، که چی میکنه و و و، که معلومه ببینید اونا که فرار کردن ایمان نبوده ها، اون خطرناکه، چون این جنگ در رفتن باعث این مصیبت ها شده و نستادن تو اینا. ولی یعلم الذین نافقوا و قیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل الله. البته تاریخ ها رو ببینید، مسائلی بود، یده اومدن تو را برگشتن، اون عبدالله عبی یه سری هم پیمانای یهودیشو آورد، آقا فرمودن این چهره ها مسلمان نیست، اینا نیان، اونم حالا خودش غر کرد و مسائلی. قیل لهم و لیعلم الذین نافقوا، که همون عبدالله عبی، بدونن که و بهشون گفته شد تعالی و قاتلوا فی سبیل الله و ادفعوا قالوا لو لعنم و قتالا لتبعناکم. حالا من حرف هایم زده می شد که مثلا این جنگ نیست، ما جنگ نمی کنیم، ما اینو جنگ نمی دونیم، این حرف ها یوم ازن اقرب من هم للکفر اقرب من هم للایمان. یه طرف که پیغمبر واسطه کار معلومه ایمانه، خب تو چی میگوی این حرف ها رو؟ یقولون به افواه هم ما لیس فی قلوبهم والله اعلم ما یکتمون. اینا مسائل دیگری بود، اون عبدالله عبی دشمن بود، منافق بودش، چرا از ریاست افتاده با پیغمبر خوب نبود، این تو قلبش رو نمیگه، لیسه ما حرفایی حالا میزنه. حالا اینا هر کدومش تاریخ و بساط و اینا، تا برسیم به این آیه، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. جنگ احد که برگشتن یه 70 تا رفته بودن، خیلی چشم میخورد، جمعیت که خیلی زیاد نبود، این تموم شد دیگه نیستش، مثلا اون اینا مثلا حالت فاقد شدن و از دست رفت و چی میشه و مح در صحبت میکنه که حساب نکنید اینا که در راه خدا کشته شدن، مردن نیستن، اینا نکنید، اینا زنده هستن، اندر بهم یرزخون. این قسمت هاش دیگه حالا خدا چقدر فهم و درک ما باشه که خداوند به صراحت شهدا رو میگه زنده هست. یک کسی از امام ششم سوال کرده که من یه سوالی میخوام بکنم، روم نمیشه، آقا بپرس. گفته قرآن چند جاش گفته که کل نفس ذائقت الموت، هر کسی نفسی مرگ رو میچشه. از اون ورم میفرماد که مقتول فی سبیل الله یعنی شهید نمرده، پس چی میشه تکلیف اینا؟ حالا چرا خجالت میشه؟ آقا فرمودن تمام شهدا، تمام بی استثناء، امام عصر که میاند و حکومت اسلامی را میفته که حکومت دست آل محمد هستش، همه به دنیا برمیگرد، تمامش به همون سن و قیافه اینا، و زندگی میکنن تا بمیرن، نه اینکه ده دقیقه دیگه، 30 سال 40 سال هرچی مقدره، و میمیرن، اون آیم عملی میشه. منتظر تمام شهدا باشید، همشون برمیگردن. بله و الانم در نزد خدا اند ربهم یرزقون. چطور شهید به معنای شهید خیلی وضع بالایی داره، چون فرحین به ما آتاهم الله من فضله، خیلی مزد عجیبی شهدا داده میشه که خیلی خوشحالن همشون، یه خوشحالی عجیب غریبی. بله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم. یه بنده خدا میگفتش داداشش، آدم خوبی بود، اون بنده خدا حالا مدا هم بود و چه و اینا، کاسب هم بود، گفت داداش هم خواب دیدم فوت کرده، گفت خیلی موثر بود تو خواب که چرا تو نمیای بیا. اول گفتم آخه اینجوریه داستان، انسان خودش راهی رو که طی کرده، حالا خوب بوده خوش بوده دیگه براش چیز نیست که سخته، خب گفتم بیا.
ما هم همطوریم. مثلا جوانی زن گرفت، حالا گذاشت به رفیقش میزن بگه بابا چون نیست خودش کرده گذاشت. تمام اینه که مردن اینجوری هم راحت براشون مردن دوجه نمیمیره، آدم این تهی کرده خودش. من وحشت داریم. اتون آدم خوبی هم بود و من خدا که میگفت وضع خودش خوب بود، میگفتم اگه بیا اینجا وضعت خوبه، درم بشارت میدن که بیاد بابا خبریه. الله خوفون علیهم ولا هم یحزن. تمام راحتی های عالم آخرت تو این جمله هستش، لا خوفون علیهم ولا هم یحزن. همه الان هیچ خوفی نداره و هیچ محزون هم نیست. این خوشترین حالت دنیا هم همه نگه پیدا کنیم، وقتی دارم خوفی نداشته باشه. مثلا شما الان خوف داره دیر برسی خونه یا خوابت دیر شه یا اینا، خوف دیر نه هیچ خوفی نداره و ان هیچ حزنی هم نداری، پس چی میشه که برسیم؟ نه این اصلا خوشترین حالت یه انسانه که آخرت اینجور هم اهلش. یستبشرون به نعمت من الله، خیلی نعمت ها خدا بهشون داده و فضل. این که یه فضل گفته شد اون بالا، فضل گفته شد نه حقشون مقدار بوده، خدا لطفش بهشون زیادتر داده. و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین، معلومه که این شهادت در بحث ایمان منعقد میشه، این چون مؤمن بود و فی سبیل الله اجر مؤمنین ضایع نمیکنه خدا. لا یضیع اجر المؤمنین. و تمام کارهایی که زیر بنای ایمانی داشته باشه ضایع نمیکنه خدا، من هیچ نه اینجا نه اونجا این فرمودیه. ان الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم الغر. خب آخه یه داستان شد تو جنگ احد، ابو سفیان مقداری که رفت چی کردن؟ خب برای چی ما میریم؟ اینا رو که تقریبا شکست دادیم، این همه کشتیم، اونا که حریف ما نشدن، خب برگردیم همشون رو بکشیم قالب بکنیم دیگه. این جمع چه فکری بهشون دست دادیم. این خبر رسید به پیغمبر. آقا صلاح دیدن رو سیستم های نظامی و چول اینا، فرمودن که اینا که زخمی شدن تو جنگ احد بیان همه و بقیه هم همطور حالا تو زخمی ها جلو برن که ما دنبالتون هستیم که جنگو ادامه بدیم. که یه نفر این صحنه رو دید و تاجر بودش، رفت به ابو سفیان گفتش که گفت چه خبر؟ گفت دارن میان اونام برای جنگ، ولی این زخمی ها رو جلو انداختن و دنبالو اینا. خیلی ترسیدن، گفتن این کلک زخمی ها رو جلو انداختن، میخوان بگن ما مثلا که ما جرأت کنیم بریم، پشتش لشکری داره کمک میکنه. گفت ابو سفیان ولشون بابا، همینقدر خوبه، ول کردم رفتم جلوی جنگری سیاست گرفت. حالا اینا سیاست های جنگی همینه میگه قربان. فرمود بعد ما اصحاب هم القهر، اینه که زخمی شد اول همه مرسدلی آمدش با نوز زخم مهلک که از زهرا گریه کنون اومد، گفت پدر جون هر قدمی برمیداره خون از همه جا میزنه بیرون، که با آب دهن بدنشون رو شفا داد. للذین احسنوا منهم و اتقوا اجرون عظیم. قرآن کریم این لطافت و خداست دیگه، حواسمون باگاهی نیست، به قول ما هیچ وقت جوگیر نمیشه. درسته اینا قهر بهشون رسیده و قبولم کردن پاشن بیان، حالا ارزنه که بهترینشون بود، در این حال للذین احسنوا منهم کلی مزد نمیده به حساب کارهای نیکشون، چون متفاوت بودن. و تقوا بر اساس تقوا کار جلو رفته اجر عظیم میدیم، واقعا همه اینجور نبودن. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. خبر رسید به اینها که ابو سفیان داره میادش دوباره، اجتماع کردن کجا واسدن که حمله کنن. اینا به جای اینکه بترسن زادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. وقتی انسان گرفتار میشه در این قسمت ها که باید مثلا جون فدا کنه چی بکنه چی بکنه، وقتی تصمیم میگیره به بندگی، خدا کلمه زاده هم ایمان ها را آورده. پس یکی آیات خونده بشه گوش کنیم ایمان زیاد میشه. تصمیم به هر بندگی که میگیرید که سخته ولی تصمیم میگیرید، خدا ایمان تو زیاد میکنه که اون تصمیم محقق میشه. میمونه اون زیادیه ها، این دنبالش باشه. ایمان 10 درجه داره، ببینیم میتونیم پر کنیم خودمون از ایمان. و اینا میگن حسبنا الله و نعم الوکیل، همچی بینشی که بله خدا بندگیشو میکنیم کافیه و کارگزار ما تکلیفمون انجام بدیم. آقای خمینی آخرا هیچ جنگ چی بود و چی شد و اینا، میفرمود ما نمی جنگیم پیروز بشیم، می جنگیم وظیفمون عمل کنیم.
این کلاس رو باید داشته باشیم، همینه، همین که الان خدا گفتش. خدا حسبنا نعم الوکیل، تکلیفمون حالا پیروز بشیم نشون بس بعد. خب امام حسین هم شهید هم شد، مشکل کار نداریم چی بشه، باید با تکلیفمون انجام بدیم کلاسی ها. الان تکلیف ما چیه؟ و وقت انقلبو به نعمت من الله و فضل، در مقابل این پیش آمده انسان وقتی میگه حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا میفرماد نعمتی از طرف خدا به اینا داده میشه و برتری داده میشه که لم یمسس هم سو. امام ششم فرمود چرا موقع گرفتاری ها سختی ها نمیگوید حسبنا الله و نعم الوکیل؟ خدا قول داده که نعمت بهتون میده و برتری ها یعنی بیشتر از اون که حقتونه بهتون میده و اون گرفتاریتون هم برمیداره. حسبنا الله و نعم الوکیل. میری تو خونه میبینی دعوا و بزن بزن و داداشا اومدن و کار بیخ داره و خطر کتک خونده است، بگو حسبنا الله و نعم الوکیل. فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم يمسسهم سوء. اون که شوخیه، یه مطلبی است اینا، کاملا به خداشون خوش بسپره، هم قول مساعدت داده میشه هم اون چی. توی هواپیما آقای خمینی داشت اومد ایران، تو هم دعوا که هنوز پیروزم نشده بود و آمد، حالا اون حکومت قبلی بود و حالا تا بعد. اون وقت گفته بودن صاحبه کردن به کسی، رفته بود تو هواپیما صحبت بکنه، بعد آقا یا خوابه. تو این شرایط ما تو تهران تو خونه در محل امن داشتیم از درس میشه چی میشه خدای هواپیما، تمام دعواها سر همین آقاست، خوابه، به چه آرامشی. تکلیفشو انجام بده، خب خواب شد الان میشه، خب بله میشه به این ایمان انسان برسه که من اون که ان تکلیف همه دارم انجام. اصلا شیرین براش تکلیف باشه، جز تکلیف چیزی شیرین در نباشه. تکلیف من الان باشه، حالا شهادت باشه، هرچی میخواد باشه، مطلبی است. این ببینید فن قولای خدا رو ببینید، فن قلبو به نعمت من الله و فضل لم یمسس هم سو و تبع او رضوان الله. الان خدا چی راضیه؟ الان چی راضیه؟ بیچه این کلاس ما داشته باشه. یکی از این آقایون مرحوم شد، اون بنده خدا قضیه مال 50 سال پیش، با خمینی خیلی رفیق بود اوایل دعوا، گفت آقا آخه شما مقدمات چی فلان اینا، بذار جمعشن نفراتی چیزی شما. فرموده باشه، من فرموده بود که من در هر لحظه تکلیف همو انجام میدم، بعد مسائلی که پیش میاد بر اساس همون شرایطی که اون وقت هست فکر میکنم چه باید بکنم. اون رخم گفته بذار همه آماده بشه همه چی، و بعد گفته نه، این ساخته شدن ها اینجور اتکای به پروردگار بعد من تکلیفم الان باید انجام بدم. خب خودم خودش میدونه اینا رشداد، اینا به این مراحل باید در سر بندگی اینا برسیم، حالت های روحی هستش. چون وطبع و رضوان الله، الان خدا هرچی راضیه میکنی، از چی میترسی؟ میترسی کشته بشی؟ اصلا اینا منتظرن هرچی خدا بخواه، اهدن حسن نه اینه کشتن بشن خدا میخوان بمونن نمه. والله ذو فضل عظیم، اون وقت چه قولهای عجیبی خدا، ذو فضل عظیم، این حالت های روحی انقدر خدا میده. انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءه، اونی که میترسه میلرزه چه میکنه؟ اونا اولیای شیطان هست، شیطان داره میترسوندشون. فلا تخافوهم، از ابو سفیان امثال اینا نترس، خافونه منو که خدام به پا من حساب ببرن کن، تو مؤمن تکلیف من، من هستم، خب تو کارتو بکن منم کنارتم. فرض کنید با هر سری راه افتادیم بریم تو کوچه ها کتککاری، آخه هر سری همراه من کی بترسم؟ به هر کاری میرسه دوله برداشت من. بابا تو با خدا داریم میری، از چی میترسی؟ و تو درست عمل کنه، هر چی رضای اون هر چی میخواد، خطا نکنه، هوای نفس و اینو بله کمک میکنه، تو قولم بریم بده یه همتی مدل. این ولای هزون کلدین یا سار اون فل کفر انهو لن یزور، یه ما بحثی بساطی داره باید شهر برم چیه بساط شهر بسو. این سوره مبارکه راجع به اون جنگ و ریزکاریاش صحبت میکنه، مثلا بخشاشو میاره جلو، تاریخ اون زمان بوده. هدف ببینید چه تربیت هایی در هی وارد میشه، چه فهم و درک هایی هی وارد میشه که چگونه باشیم اینجا، چگونه. فقط مال دعوا و کارهای سیاسی و نظامی هم همه جای زندگی هم داره، مثلا بندگیشو بکنه ولی کوتا نیاد، کمکاری و اینا نه، بقیهش خدا میکنه.
من بچه بودم، یه بنده خدای خیلی ازم بزرگتر بود، مثلا رفتم من 15 سالم اون 70 سالش قهوه‌خونه داشتم جاتون ناخسخسو، این یه قهوه‌خونه خیلی کوچولو بود ولی به بازار چای میداد، یعنی مشتری اونجا تک تک میاد ولی بازار. یه دفعه زنش اومده بود، زن چه هیکل درشتی داره، من بچه بودم، یه دفعه رفتم چای بخوریم، گفتم که در میاد این قهوه‌خونه، حالا ما بچه بودم بازاری، گفتش که خدا به من بگه بیاین در اینجا رو باز کن، بساط رو پهن کن، چای رو برفروش، اینی که بعد من و زن و بچه رو روزی بده اونو اون باید قصه بخوره که چجوری روزی بده، من که دارم کارمو میکنم. خلاصه خیلی قشنگ بگه من کارمو میکنم، اون باید بگه چجوری روزی میده. من بیش از این بعد هم کار بکنم، غیر از این نمیتونم. چه مطلبیست، شما کارتو بکن اونم کار خودش میکنه. حالا ما بچه بونم خلا اینجوری زن یه مطلبیست. ببینید اگه در همه شؤون همینطوری، تخلف نه، خلاف نه، توکل نه، تنبلی نه، و و درست میشه، تمام 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 کار همه هم همینطور. الان من تکلیفم چیه؟ الان اینجوری بکنم، الان اون چیکار کنم؟ کمک میکنه واقعا، کمک کرده و میکنه و خواهد کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.